از تیر ماه 1400 با حکم علی خامنه ای شد رئیس قوه قضاییه، جای رئیسی رو گرفت. بعد از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، اژه‌ای قاضی‌القضات جمهوری اسلامی مکرر تأکید میکرد بر به قول خودش مجازات فوری اغتشاشگران، یعنی جوانای مردم که آمدن تو خیابون شعار دادن، کتک خوردن، بازداشت شدن، شکنجه شدن، اینا باید فوری اعدام بشن. دادسراها هرچه زودتر، هرچه سریعتر افراد و عناصر اصلی، عناصر ناامنی، عناصری که وابسته به خارج هستن، عناصری که وابسته به ضد انقلاب هستن، افرادی که در تخریب و تحریق یا مستقیماً بالمباشره با معاونت با تسبیب کارهای را انجام دادن، اینها را هرچه سریعتر پرونده هاشون تکمیل بکنن، به دادگاه بفرستن، دادگاه هم انشاءالله خارج از نوبت رسیدگی بکنه. اژه‌ای که همیشه در جلسات اساساً شورای عالی قضاییش علیه معترضان تعرضی میکرد، در 9 خرداد 1402 آمد با صراحت گفت در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی، آنها که به واسطه اعمال و جنایتهایشان طبق قانون باید اعدام می شدند و یا باید اعدام شوند بدون مجامله تعارف و البته در عین رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف حکمشان اجرا شده یا خواهد شد. سازمان حقوق بشر ایران عدم سرسام‌آور 834 اعدام را در سال 2023 میلادی، یعنی تا دیماه 1402 ثبت کرده که افزایشی 43% نسبت به سال گذشته داشته است. طی بیش از 20 سال گذشته در ایران آمار اعدام‌های مستند سالانه تنها یک بار بیش از سال 2023 بوده است که این کمبود و البته همین اعدام‌های دو ماه گذشته جبران کرد. 94 اعدام شده فقط در فاصله دو ماه نیمه دیماه تا نیمه اسفند ماه 1402. مسئول مستقیم تمام این قطعات حکومتی، قاضی‌القضات حکومت و پیشواش که او رو منصوب کرده به این سمت، اعدام ها در ایران مثل کشتن معترضان در خیابان قتل حکومتی است، چون متهم مخصوصا اگر سیاسی باشه که اصلا نباید میافتاد زندان، بازداشت میشد که بخواد اعدام بشه. اینا اغلب نه وکیل مستقلی دارن، نه دادگاهشون علنی است، نه حقوق یک متهم زندانی رو دارن که طبق قانون خودشون اصل بر براءت اوست مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اینا حتی زندانیایی رو که خودشون قبلا حکم اعدامشون رو که با عجله به دستور رئیسی داده بودند نقض کرده بودند، یعنی از اون اتهامی که مثلا جرمی که طرف باید اعدام میشد است طرف براءت گرفته، اونو میگیرن اعدام میکنن. چی میگم من؟ نمونش محمد قبادلو.